قرار است روز شنبه 28 مهر انتخابات پارلمانی افغانستان برگزار شود انتخاباتی که می سه سال قبل برگزار میشد و حالا هم مثل انتخابات های گذشته با اما اگرهای بسیار همراه است و تا زمانی که برگزار نشده نمی توان با قاطعیت درباره آن صحبت کرد مهمترین موضوع هایی که در برابر برگزار کنندگان انتخابات قرار دارد جلوگیری از تقلب و تامین امنیت آن است آن هم زمانی که طالبان گفتند با تمام توان برای اخلال در برگزاری آن تلاش می کنند حفیظ الله هاشمی عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات مهمان من در این برنامه است چقدر او و مسئولان دیگر برگزاری انتخابات واقع بینانه امیدوارند انتخاباتی امن و سالم برگزار شود آقای حفیظ الله هاشمی از کابل به برنامه به دیگر خوش آمدید. بسیار تشکر، بخیر باشید. آقای هاشمی اجازه بدید با سوالی که در مقدمه خوندم شروع کنم. آیا همه چیز برای انتخابات مهیاس و انتخابات طبق برنامه برگزار خواهد شد؟ بسیار تشکر در شروع سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بیننده های محترم شما. بسیار تشکر میکنیم دعوت کردین تا از مورد انتخابات با مردم و به شما اگاهی بتم و یک چیزی معلومات شریک بسازم دقیقا ما در دو بخش مصروف آمادگی هستیم در بخش اداری و لوجستیکی و در بخش عملیات و مسائل تکنیکی خوشبختانه در مسائل اداری و لوجستیک همه مسائل استخدام و تقرری و جای به جای کردن و به شمول ترنینگ و یا به الحمدلله به جریان داره و تا دو سه روزی آینده به ختم خواهد شد و مسائل لوجستیک انتقالات تا 21 تا 21 ولایت همه وسایل با بایومتریک و فهرست رایده ها هم ورسیده و, و متباقی ولایت هم امروز و فردا تکمیل خواهد شد و همزمان از مرکزی ولایت با ول سوالی ها و از ولسوالی ها باز به با نزدیک های انتخابات که یک شب میمونه به محلات و مراکز انتقال خواهد داده شد از این نگاه ما از در دو ناحیه آمادگی کامل داریم که انتخابات به وقت و زمانش یعنی در 28 میزان دایر بکنیم آله شما فکر میکنید انتخابات اونطور برگزار خواهد شد که مثل انتخابات های گذشته بعدش مناقشه در پیش نباشه خب ببینید این انتخابات نسبت به انتخابات های گذشته متفاوت تر است اول اینکه برای بار اول در تاریخ افغانستان در انتخابات فهرست رای دهنده ترتیب میشه با وجود شکایت ها و اعتراضاتی که علیه لیست است ولی در کل ما صاحب یک لیست هستیم که از روی لیست ما میایم با انتخابات ها شرکت میکنیم که یک دستاورد بزرگ مردم افغانستان است دومی که در این انتخابات نسبت به انتخابات های گذشته مسئله ماشین های بیومتریک استفاده میشه که از هر لحاظ این متمم اون قبلی که پلان شده بود متمم از ولی ولی بخاطر تامین شفافیت بیشتر و تامین شفافیت و تامین از که سوء استفاده و تقلب و سوء استفاده صورت نگیره ای هم شامل ای پروسه شده به می دو منظور ما میتونم بگویم که این انتخابات بهترتر و شفافتر از انتخابات های گذشته خواهد بود شما همطور که میدونی چند وقت پیش سی حزب و سازمان سیاسی خواست هایی مطرح کردن و بر شفافیت انتخابات تاکید کردند و سه خواست اصلی اونها مسئله نظارت بود مسئله همین رایدهی بیومتریک بود و همچنین تغییر سیستم رایدهی بود که قرار بود که به سیستم حزبی تبدیل بشه این ها و سازمان ها هشدار داده بودند که اگر این خواست های اونها به هر حال نشه نتیجه انتخابات رو قبول نخواهند کرد آیا این همه خاص های این سازمان و حزب ها شده؟ ببینید، سه خواست با احزاب سیاسی مطرح ساخته بود ولی یک نقطه را باید فراموش نکنیم که مسئله استفاده از تکنولوژی در انتخابات را قبلا تا یکنیم سال قبل کمیسیون مستقل انتخابات مطرح ساخته بود و و ای خواست مردم افغانستان است که انتخابات شفاف برگزار شود همچنان خواست اعضاب محترم سیاسی است که در آخر مطرح کردند سه سه خواست امدهشان که قسم که شما اشاره کردین مسئله تغییر در سیستم نظام از سیستم فعلی به سیستم ام یا چند بودی و از دوم مسئله بایومتریک ساختن در روز انتخابات و مسئله سیومش نظارت ما هر سه طرح از ابتدا در پرنسپ استقبال کرده بودیم قبول کرده بودیم و را به خیر و به نفع مردم افغانستان دانسته بودیم تا مثل انتخاباتای گذشته تکرار نشه از او خاطر ای را بجا و مفید و موثر فکر میکردیم ولی با محدودیت زمانی که داشتیم نظارت از امو ابتدا استقبال کردیم و گفتیم که بیاین شریکان سر مکانیزم با یک چهار کات خاطر تقویت نظارت رول نظارتی تا مطابق قانون کار بکنیم ولی مسئله دوم مسئله تکنولوژی بود که بیومتریک خوشبختانه ای هم پذیرفته شد این سبب خواهد شد که این انتخابات بیشتر شفافیت خوبتر از نسبت به انتخابات گذشته خواهد داشت در مورد مسئله بیومتریک شما حتما میدونین که در اون زمینه هم شک و تردیدهایی وجود داره مسئله سر اینه که میشه در مورد اون هم حال تقلب کرد و سوء استفاده کرد شما واقعا اون نظارت تکنیکی بر سیستم بیومتریک واقعا دارید که مطمئن بشید که تقلبی صورت نخواهد گرفت و سوء استفاده نمیشه از این سیستم؟ دقیقاً کمیسیون مستقلی انتخابات، لایحه و راهنمود و طرز را استفاده از به خاطر استفاده بیومتریک تصویب نموده و او را در وبسایت کمیسیون هم به رسانده مکانیزمای را ما طرح کردیم که جلوگیری هر نوع تقلب و سوء استفاده در انتخابات جلوگیری گرفته خواهد شد ولی همزمان صدای ما ای است که از این پروسه همچنان احزاب محترم و نهادهای ناظر و رسانه ها مطبوعات هم وزارت بکنند و و هم مطابق قانون مکلفیت دارند که پروسه و نظارت خودم بکنن تا بیشتر شفافیت شود ولی مطرح کردن این مسئله که بایومتریک هم اشکالات خود داره ببینین شما برای شما خودتان میدانید برای بار اول از که در افغانستان دو مورد ما کردم که هم فیرستی رای دیهندهان تازه است برای بار اول استفاده میشه و همچنان مسئله بیومتریک شاید مشکلات خود خرد و ریزه خواهد داشت ولی به خاطر تامین شفافیت این وسیله بهترین وسیله است که دمی وقت کم دمی زمان کم ای شامل برنامه ما شد از ی خاطر امیدواری بسیار زیاد است که ای انتخابات, انتخابات خوب خواهد بود و... تقلب گسترده و سازمان یافته صورت نخواهد گرفت بلکه مردم عملا خواهد آمدن به مراکز رایدهی و در آنجا و در فیرست رایدهنده ها نامایشان خواهد بود و از روی از او بر از بایومتریک شدن ورق یا برگه های رایدهی را گرفتن خواهد گرفت بر از صندوق انداختن هایشان هم رنگ خواهد شد همه میکانیزم های گرفته شده که جلوی تقلب و جلوی خیانت و فساد را بگیرد به مردم افغانستان و به همه دنیا اطمینان میتیم که این انتخابات با آوردن این دو اصلاحات این خوبتر و بهترتر خواهد بود خب حالا شما ظاهرا به دو خواست این سازمان های سیاسی جواب دادید مسئله نظارت و مسئله بایومتریک رو تا حدودی حل کردید ولی بعد در مورد به اون انتقال اون به سیستم حزبی شما چه کار کردید ببینید خواست اول و خواست بسیار مهم اعضاب محترم اولشان همین بود که سیستم فعلی به سیستم امدیار یا چند بودی سیستم انتخابات تغییر بخوره قسمه که میدان تغییر قانون صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات نیست و دیگر نهادهای دولتی است که باید آنها قانون تغییر بده و ما مکلف هستیم که مطابق قانون فعلی که در دست ما و عملا اجراء قابل اجرا است مطابق از او به پیش بریم خواست اعضای محترم در پرنسیب از همه جوانب قبول شده امیدوار هستم که بعد از این انتخابات بالای تغییر قانون هم کار صورت بگیره تا قانون هم تغییر شود قسم که اعضای محترم میخواهیم شما آقای هاشیمی چند بار صحبت از این کردید در این وقت کم مثلا تونستیم این کارا رو بکنیم اینا ولی وقت شما واقعا کم نبوده یعنی نه وقت پارلمان کم بوده و نه وقت کمیسیون مستقل انتخابات شما هشت سال وقت فرصت داشتید که خیلی از این تغییرات رو انجام بدید چرا گذاشتید برای اون لحظات آخر ببینید خب به هر صورت کاش امی چی صورت میگرفت نه بلکه هشت سال بلکه ما از سال 2002 که حکومت جناب کرزای صاحب آمد ما فرصت را داشتیم و باید از این فرصت ها استفاده میشد ولی متاسفانه که نشد حال میایم فعلا چیزی که دست دسترس ما است و ما سرش قبول کردیم در می وقت کم به خاطر خواست مردم افغانستان و به خاطر خواست عذاب عذاب سیاسی که شفافیت بیشتر باشه و تایی نتایج انتخابات قابل قبول همه باشه حال بحث سر گذشته نمیکنیم ولی فعلا اینمی فعلا کدام رویش یا کدام پلان و برنامه‌ای که داریم و خاطر ازی باید کار بکنیم تا 100 درصد در صد موفق شویم آقای هاشمی یکی دیگه از مسئله بسیار مهم در این انتخابات مسئله تأمین امنیت و سلامت انتخابات آ... شما همطور که میدونین طالبان هشدار دادن و تهدید کردن که تا هرچی در توان دارن به کار میگیرن برای اینکه بتونن انتخابات رو مختل بکنن و همطور که میدونین در ماهای اخیر شمار حملات طالبان و گروه های دیگه که با شما می به مراتب بیشتر شده شما میتونین تضمین بدین که انتخابات امن خواهد بود برای او کسانی که میخوان در این انتخابات برن و بر رای بدن بسیار تشکر یک موضوع بسیار مهم و خیلی مهم به خاطر انتخابات را یاد کردین مسئله تامین امنیت یکی از اولویت های نظام فیلی و کمیسیون مستقل انتخابات است و ما همه تشویش ها و نگرانی های خود را همراه مسئولین امنیتی و ارگان امنیتی شریک ساختیم ولی به این اطمینان رسیدیم که این انتخابات امنیت جزیره و امنیت مراکز ما را امنیت محلات ما را نیروهای امنیتی ما قادر خواهد بود که ایره بگیره در این شک نیست که دشمن تهدید کرده دشمن اعلامی ها صادر کردن چون از دشمن همی توقع می رفت و ما منتظر بودیم که این تو اعلامی ها و تهدید به مردم افغانستان صادر شود از طرف دشمن های مردم افغانستان چون اونها نمیخواین که افغانستان با پای خود استاد شوه و از پروسه های ملیش توسط خود افغان ها که برای بار اول پلان شده دیزاین شده و تطبیق میشه اونا را و هرگز تحمل کرده نمیتونن و و به خاطر سپوتاش کردن از این سپوتاش بسازه و ایده تخریب بسازه مختل بسازه طبعا همه تلاش ها را خواهند کرد ولی ما مردم افغانستان در پروسه ثبت نام سه ما پروسه ثبت نام بود بسیار با شجاعت و جرأت آمدن ثبت نام کردن با وجود همه تهدیدها و تا چالشهای که در پیش رویشان بودن بازم هم جرأت کردن شجاعت نشان دادن و آمدن پروسه ثبت کامیاب ساختن ما امیدوار که با اون پلانها ها و آمادگی که نیروهای امنیتی ما داره و شخصا ما از نزدیک به سوق اداره شان رفتم و از پلان هایشان از دیدم و با قومندان سایبای قلوردوها اردوها و رؤسای امنیت و سایبای امنیت عملا از نزدیک صحبت کردیم پلان های از هم فیزیکی هم عملی از نزدیک مشاهده کردم به حیث گفغان مطمئن شدم که این انتخابات و 28 میزان و خوبی امنیت شد تامین خواهد شد قسمی که از سه ماه ثبت نام امنیت شد تامین کردن امیدوار که این انتخابات هم در فضای امن و آرام بجا شد آقای هاشمی دولت بر چند درصد کشور مسلطه؟ ببینین ما خب یکی در چند درصد از او کار من است که ما او شب ولی ما از 7355 مرکزی که در شروع به خاطر ثبت نام شروع کرده بودیم و او را تثبیت کرده بودیم با نیروهای امنیتی خود شریک ساخته بودیم او در کل افغانستان بود که 7300 مرکز باید او ثبت نام صورت می گرفت ولی نیروهای امنیتی ما 945 مرکز از او شروع بر ما گفتن که این مناطق در منای مراکز ما متاسفانه در مناطق سقوط یعنی در دست دشمن ها افتیده باز نخواهد شد بعد که بعض یک مقدار دیگه از یه هم کاسته شد به خاطر از اینکه یا نامنی بود یا هم عوامل دیگه بود که ما مراکز باز نکردیم و ما جمع در انتخابات در 5100 مرکز انتخابات خواهیم داشت امی 5100 مرکز در 33 ولایت افغانستان از در اولسوالی های 387 اول سوالی است که به همش ما ما این مراکز مراکزی است که دوجا ثبت نام صورت گرفته و تامین امنیت بوده که مردم آمده ثبت نام کرده و نیروهای امنیتی به ما اطمینان داده که این 5100 مرکز امیال اکنون امنیت است و مردم میتونن به آرامی بیان در اینجا رای رای صندوق بیاندازن یک سال قبل بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گزارش داده بود که کنترل دولت بر مناطق و جمعیت کشور از دو سال قبلتر از اون به مراتب بدتر شده تازه ترین گزارش سیگار هم وضع بهتری نشون نمیده در چنین وضعیتی واقعا انتخابات به چه معناست ببینین بی ما چون انتخابات دایر میکنیم و بعد از چل سال این طرف در افغانستان جنگ است و شرایط بسیار مناسب نیست ولی ما انتخابات باید بکنیم چون جز گزینه دیگه نداریم غیر از اینکه انتخابات را دایر بکنیم ولی تامین امنیت مسئولیت نیروهای امنیتی ماست ما امیدوار هستیم که روزی بیا که سر, سر افغانستان بتونیم انتخابات دایر بکنیم و به هر فرد افغانستان بتونیم رسیدگی بکنیم و زمینه را مساعد بسازیم تا هیچ فرد از افغانستان از حق رایدهی محروم نشه ولی شرایط افغانستان شما میفهمین که از 40 سال به این طرف این مسلسل ای ناامنی جریان داره و چندین انتخابات گذشته هم در در نهمت یک فضا در یک فضای نار نارام برگزار شد و این انتخابات هم در یک وقت دایر میشه که متاسفانه شرایط امنیتی بسیار خوب نداریم ولی چون گزینه دیگه هم نداریم مجبور هستیم که انتخابات رو بکنیم تا یک شورای ملی که مشروعیت بالاتر داشته باشه او را با من با 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 میان بیاریم شما میگین مجبور هستین که انتخابات رو برگزار بکنین شما من مطمئنم شما میدونین که بسیاری از منتقدان شما بحثشون اینه که درسته مجبور هستید انتخابات برگزار بکنین به دلیل اینکه کشورهای کمک کننده و در صدر اونها امریکا میخواد که این انتخابات به هر قیمتی که شده برگزار بشه و این خواست اونهاست بیش از اون که وضعیت واقعی افغانستان به این رو بخواد ببینید ما مطابق قانون اساسی افغانستان مکلف هستیم انتخابات بکنیم پیش از اینکه خواست کی است سرش فکر بکنیم بلکه خواست قانون اساسی افغانستان است که حکومت افغانستان و نهادهای حکومتی و دولتی را مکلف می که انتخابات را با وقت زمانش دایر بکنه با ناهنجاری هایی که بود متاسفانه که بعد از 5 سال باید شورای ملی تغییر می خورد و قانون تطبیق می ولی متاسفانه که بعد تاخیر تا سه سال این انتخابات برگزار میشه بخاطر به خاطر از اینکه در انتخابات 2014 مشکلات روی دست آمد پیشوری که سبب شد تا اصلاح قانون به و اصلاح کمیسیون های انتخاباتی صورت بگیره از اون خاطر سه سال به خاطر اصلاحات تیر شد و مگه ولی فعلا این خواست مردم افغانستان است که هر چیز زودتر باید این انتخابات برگزار شود پیش از که خواست کسی دیگه باشه آیا در غزنی انتخابات برگزار خواهد شد؟ متاسفانه نه غزنی یکی از سی ولایت افغانستان است که متاسفانه ما زیاد تلاش کردیم با مشکلاتی که مشکلات که در ولایت غزنی رخ داد ای از 8 سال در اوج جریان داشت ای انتخابات در اوج ناممکن ساخت مو مصلحتی که باید اوجا صورت می گرفت و مردم غزنی یک اجماعی با میان می تا این انتخابات سرتاسری در ولایت غزنی دایر میشد متاسفانه هم اجماع نشد و بالاخره کمیسون به خاطر از ای که ای انتخابات ناممکن شد اوجا مو مساله را پیشنهاد کرد به مقام ریاست جمهوری که در شورای امنیت یک کمیته است او مطابق قانون باید در مورد ازواد تصمیم بگیره ولی کمیسیون مستقل انتخابات کدام آمادگی انتخابات بر ولایت غزنی نداره چون ثبت نام هم در اونجا صورت نگرفت چون قانون ما میگه جایی که ثبت نام صورت نگرفت باشه اوجه انتخابات هم نخواهد شد من خیلی متوجه نشدم که دلیل این که انتخابات برگزار نشده دقیقا چیه چه اتفاقی باید میفتاد در اونجا و چه اجماعی صورت میگرفت که انتخابات برگزار ببینین یک خل مسلې اومده کې 8 سال قبل په اوجا از اقوام مختلفي کې ژوند کوي در ولایت غزنی 11 وکیل از یک قوم افغانستان در ولایت غزنی به مجلس را یافت و دغه ولسوالیا او دغه مناطق دغه قوم او نو از انتخابات محروم شوډه بودن او سبب شد وقتی که ما ثبت نام شروع می کردیم اقوام دیگه که خود را در آینه انتخابات و در شورای ملی نمی مخالفت کردن و جلو دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی گرفتن و انتخاب و نگذاشتن که ما ثبت نام بکنیم این مشکل وسیع شد ما هم مداخله کردیم رفتیم شخصا خودم به ولایت غزنی رفتم با 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 بزرگای ولایت غزنی با والی با معاون شورای ولایتی با نهادهای مدنی هم صحبت شدیم و تلاش کردیم که قانه بسازیم ولی آنها به این قانه نشدند گفتند که اگر انتخابات به می شکلش دوام بکنه که تامین امنیت در کل غزنی ده باشه و و با با خاطر که حوزه ای بندی نشه و این نخواد انتخابات ما بر, بر یک مردم بر یک قوم اجازه نخواهیم داد وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات ای گزارش آوردیم مسائل امنیتی ارتباط به حکومت میگرفت حکومت تصمیم گرفت اقدام کرد تغییر والی رئیس امنیت قماندان امنیت و بعضی مسئولین دیگر و خاطر از اینکه وجه امنیت تامین شود در همه و سالیاش تغییرات آورد ولی متاسفانه بازم امنیت تامین نشد وقتی که کمیسیون دید که یکی ولایت غزنی نسبت به دیگه ولایت های افغانستان از انتخابات باز نمانه حتی مسئله حوزه شدن شما مطرح کرد متاسفانه که وقتی که مسئله حوزه ای بودنش مطرح ساختیم با قوم دیگه روبرو شدیم که وا حوزه خواستن نخواستن همین شد که در بین مردم اجماعی که باید سر انتخابات می آمد نشد ما ناگزیر را پیشنهاد کردیم که انتخابات از یک فرصت دیگه برگزار شود خب حالا شما مطمئنم قبول دارید که علت اینکه که یازده نماینده از یک قوم که قوم هزاره باشه و وارد مجلس شدن در اونجا به دلیل اینکه این, که این قوم بیشتر در مسائل سیاسی فعال بودند و فعالانه در انتخابات شرکت کردند و رأی دادند و رو انتخاب کردند در حالی که اقوام دیگه این کار رو نکردن در این حق طبیعیشون بود که برن به پارلمان نمایندگانشون رو بفرستن به پارلمان و الان هم علت این که برگزار نمیشه در واقع به نوعی برداشتی که ازش میشه اینه که شما نمیخواین که باز دوباره همون نمایندگان به پارلمان برگردن خب تصمیمی که کیا به شورای ملی را پیدا کنه او را کمیسیون مستقل انتخابات نمیگیرد طبعا که مردم مردم افغانستان یا مردم همو ولایت تصمیم میگیره که کی ها را به با, با شورای ملی یا با ولسی جرګه را بفرستان به حیثیت وکیلشون ولی زمینه مساعد ساختن زمینه انتخابات بر همه و سرتاسری بودن انتخابات در همو ولایت ای از مکلفیت های کمیسیون مستقل انتخابات است که متاسفانه در سابق هم نتونستند که اینمی زمینه را مساعد می ساخت و عالم نسبت به شرایط دشوار امنیتی که در ولایت غزنی است زمینه به هم اقوام اوجا مساعد نمیشد و یک مرکز و یک کنم ولسوالی که انتخابات میشد او از اقوام دیگه قابل قبول نبود به می منظور در باید یک اجماع در بین اقوام بیا تا این مشکل عمومی حل شود حالا طبق قانون ظاهرا شما میتونید تا چهار ماه انتخابات یک, منطقه رو غزنی رو به تعویق بندازید حالا اگر تا چهار ماه دیگه اون مسائلی حل نشد و اون شرایط که شما دلخواه دلخواه شماست به وجود نیومد اون وقت چیکار میخواین بکنید میخوان قزنی رو بدون نماینده بذارید خوب یو مثال رو روشن تر وسازم چې ای صلاحيت کمیسیون مستقل انتخابات نه دا رات چې په تعلیق یا تعतील کنه انتخابات یو غوزه را یا یو ولایته بلکې مو کمیټه کې در چوکات شورا امنیت ملي افغانستان است صلاحيت ازو است چې او د 4 میاشتو په تعلیق اندازه تبن چې اگر تا اكنون کې فیصله هم صورت نګریسته د مورید ازو تصمیم نهایی نشده ولی اگر تصمیم هم گرفته شوه تبن چې ای بازستان او په با هوای سرد در ولایت غزنی سر خواهد خورد ولی مطابق قانون همو کمیته با صلاحیت داره که با باز را به چهار ماه دیگه به تعویق بندازه دقیقا که با انتخابات ریاست جمهوری یک جا خواهد شد آقای هاشمی شما چند بار در طول گفتگومون گفتین که به همه جا سر زدین طی این مدت از طرف کمیسیون انتخابات اینا اصولا حالا با اون چیزی که شما مشاهده کردید این فرهنگ انتخابات الان در بسیاری از مناطق افغانستان جاهایی که شما رفتین جا افتاده و مردم به حال اون علاقه کافی دارند برای مشارکت در این امر ببینید ما علاقه مردم افغانستان درست است که کمیسون های انتخابات و روان روند ملی تا حد در انتخابات های گذشته صدمه دیده بود ولی بسیار تلاش صورت گرفت که باور مردم و اعتماد مردم بالای کمیسون های انتخابات و این پرو پروسه های ملی چون انتخابات اعاده شود خوشبختانه تا حد موفق بودیم به خاطر که ما پروسه ثبت که شروع کردیم با 8.8 میلیون مردم افغانستان ثبت نام کردیم با وجود همه تهدیدها و تهدیدهایی که از طرف دشمن های وطن مطرح شده بود باز هم مردم آمدن و با پای مراکز مراکز ثبت نام خود را رجیستر کردن 88 با توجه به این و ای را گفته میتونم و قسمی که آل میبینم و وقتی کمپین ها شروع شده اگر شما شهرهای بزرگ و شهرهای دیگی افغانستان به شمول مرکز افغانستان کابل را ببینین و ای این کمپین و این مبارزات انتخاباتی رو که میبینین طبعا که ایره خواهد پذیرفت که این مردم افغانستان دوباره امو اعتماد و باور بالای کمیسون ها و بالای پروسه ها پیدا کردن و به علاقه زیاد خواهند آمدن در روز انتخابات شرکت خواهند کرد بخش عظیمی از جمعیت افغانستان به جوان هستند آیا شما در این مشاهداتتون تفاوتی بین این نسل جدید و نسل قدیم در مورد نگاهشون به انتخابات می‌بینید بله دقیقا که اول که وقتی که ما از 2556 نفر کاندید داریم اکثریت از ای طبقه جوان است و خود کاندیچودن شدن طبقه جوان و حمایت مردم از طبقه جوان ای را واضح می سازه، روشن میسازه که نسبت به سالهای گذشته جوان ها بیشتر خواهد بود سهمشان اشتراکشان و رایفتنشان به اولیسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان از او خاطر میگیم که گرچه مردمای سابقه و مردمایی که سنایشان از چل بالا است یا هم کاندید دارن و هم ثبت نام کردن او را هم نادیده گرفتن نمیتونیم به شمول خانم ها در این پروسه ولی به هر حال جوان ها رول انتخابات بیشتر خواهد بود خیلی متشکرم آقای حفیظ الله هاشمی از شرکت در برنامه من شما بخیر باشه بسیار بسیار تشکر بخیر باشه